دارن این کار انجام میدن با برگ های خرمای وحشی که خب خیلی سرسخت و سفت هم هست، دستاشون مسلمان اذیت میشه، ولی خب اینا از بچگی عادت کردن. بله، از چه سنی یاد میگیرن اینا؟ از 15-16 سالگی. از 15-16 سالگی تا حالا دارن این کار انجام میدن. بله، چقدر طول میکشه یه حسیر مثلا؟ حسیر بافی هنری ارزشمند میون زنان و مردان بلوچه که قدمت اون به زمان پیش از اسلام باز میگرده. متاسفانه به خاطر کم توجهی برخی مسئولین به این هنر با ارزش، حسیر بافی هم کم کم به دست فراموشی سپرده شده و به گفته برخی کارشناسان هنرهای دستی اقوام ایران نفسهای آخرش رو میکشه. این خاصیت این حسیرا چیه؟ یعنی چه خاصیتی داره؟ سرد، گرمه، چه جوریه؟ رطوبت رو میگیره؟ چی کار میکنه؟ نه، خاکو نمیاره بالا. مثلا چی بذارم روش بشینه؟ پیش ملکانه انقدر دازم اینجا نیست. آها، میگه خیلی جای دوریه. بله، داز اینجا نیست. بریم از پشت اون کوه از اون داز بیاریم اینجا. کی میره میاره؟ زنا میان یا مردا؟ نه، مردا میرن. مردا یه راه خیلی طولانی رو میرن پشت این کوه ها، از خرمه‌های وحشی برگاشو میچینن تا زنا بتونن اینجا حسیر رو ببافن. بله. و کار خیلی سختیه. میرن با چی؟ با الاغ میرن. با چی دیگه؟ چی ندارم، ماشین چی ندارم. با الاغ میرن و میچینن. بله. بعد چه فصلی باید چیده بشه؟ باید سبز باشه؟ بله دیگه. آها، فصل یعنی بهار. فصل بهار شما زمستونه؟ بله دیگه، وسط زمستون میشه. بله، بهار شما. لباس مردم بلوچ یکی از ارزش‌های هنری و فرهنگی بلوچه که تا به امروز به زیباترین شکلی حفظ شده. اما در این میون لباس زنان بلوچ از زیبایی خاصی بهره‌منده. لباس زنان از پارچه‌های ساده و رنگی دوخته میشه که در طبیعت بلوچستان به بهترین شکل خودنمایی میکنه و کمبود رنگ‌های زیبا و شاد در زندگی طبیعت نشینان بلوچستان رو به نوعی جبران میکنه. اما چیزی که این لباس‌ها رو بسیار با ارزش میکنه، هنر سوزندوزی زیبا و خلاقانه بر روی این لباس‌هاست. سوزندوزی یکی از روش‌های دیرینه آرایش لباس‌های زنان به حساب میاد و تاریخ اون به چند هزار سال قبل باز می‌گرده. اما تاریخ دقیقی از قدمت این هنر نزد قوم بلوچ مشخص نیست. در غرب ایران قطعاتی از منسوجات سوزندوزی شده با نقش‌های پیچیده که تاریخ ساخت اونها به حدود 6000 سال پیش از میلاد مسیح میرسه پیدا شده. در گذشته‌های دور دست دوخته ها به جز جنبه های تزئینی و شناسنامه ای، در بعضی اوقات به خاطر عقاید و باورها بر روی کلاه یا پوشاک جلوه گری می کرده و حتی گاهی از اونها به عنوان طلسم استفاده می شده. سوزندوزی یا بلوچی دوزی میون بلوچ ها همواره رواج داشته. نقوش این سوزندوزی ها الهام گرفته از رویا و روحیات لطیف زنان و دختران بلوچ و طبیعت پیرامونشونه. امروز این هنر بسیار زیبا میتونه منبع درآمد خوبی برای زنان و دختران بلوچ به حساب بیاد و حتی این هنر بر روی لباس زنان و دختران در نقاط مختلف ایران و جهان نقش ببنده. اما مردم بلوچ معتقدند که شوربختانه این هنر به خاطر نبود حمایتی اصولی از سوی مسئولین کم کم در حال آسیب جدیه و باید تا دیر نشده کاری کرد. هنر میون مردمان بلوچ محدود به زنان نیست. مردان بلوچ جز هنر خونه سازی با شاخ و برگ درختان، هنرهای با ارزش دیگه ای هم دارن که یکی از اونها موسیقیه. بلوچ ها به موسیقی تعلق خاطر بسیاری دارن. اونها با موسیقی متولد میشن، با موسیقی کار میکنن. موسیقی محلی بلوچ در مراسم ازدواج شنیده میشه و در مراسم عزا و غم موسیقی حزن و اندوه به گوش میرسه. این ساز شامل دو نی میشه که یکی از اونها وظیفه واخوان و همراهی نی اصلی رو بر عهده داره. استاد عبدالرحمن اون روز برای من هدیه ای ارزنده داشت. هدیه ای که آوای دلهای پاک بلوچ و طبیعت بکر بلوچستان بود.
ماشاءالله خیلی عالی زدی. اسم این خودم اسم این ساز چیه؟ کلم زمان معلمه کلم همون دونلی برای معلمه کلم. آها به زبان محلی کلمه ولی کلا میگن دونلی بهش. مال بلوچاست استاد این صرفا مال بلوچاست. دونلی فقط مال بلوچاست هم، یعنی هم بلوچای پاکستان و هم بلوچای که تو هندوستان بعضا زندگی میکنن از همین ساز استفاده میکنن. کلا ساز مخصوص بلوچه، در حقیقت مال قوم بلوچه. خیلی ساز زیباییه. قدمتش مال چقدر؟ از کی دونلی میزنن؟ خیلی از زمانهایی که رند بوده بلوچا رندا وجود داشتن، هر کدوم برای خودش خیلی قدیم بوده. موسیقی دانان در بلوچستان به نامهای لوری، لولی، لانگا، پهلوان و شاعر شناخته میشن. استفاده از سازهای محلی مختلفی در موسیقی بلوچی مرسومه، اما دونلی سازی محبوب میونه طبیعت نشینان بلوچستانه. الان خیلی از مطمئنن آدمایی که تو شهرها زندگی میکنن، چه توی ایران چه خارج از کشور، هر جایی فکر میکنن با خودشون که کسایی که توی همچین طبیعت بکری زندگی میکنن، با دام سر و کار دارن، با میدونم طبیعت بکر همینطور کشاورزی میکنن، توی نخلستان ها کار میکنن و کار خیلی سختی دارن و اینجا یه جورایی دور از بسیار امکانات زیادی هست و چیز زیادی ندارن، زندگی خیلی ساده ای دارن، مردم شهر فکر میکنن که اینا هنر چندانی نمیتونن داشته باشن، اما تمام زندگی این مردم با هنر سر کار داره. ساخت اون خونه هاشون، ساخت فرش زیر پاشون، ساخت اون جعبه ها، حتی تمام اون ظروفی که خودشون استفاده میکنن و در نهایت به اینجا میرسه که بافندگی میکنن زناشون، مردانشون همینطور. و ساز دونلی بسیار ساز زیباییه و میبینید که استاد بدون اینکه استادی داشته باشه و بدون اینکه مدرسه هنر رفته باشه یا کتابی راجع به هنر خونده باشه، حتی این استاد عزیزمون سواد هم نداره، اما در نهایت توی این طبیعت بکر این ساز دونلی رو از یک دورگرد یاد گرفته و به این زیبایی داره مینوازه این ساز رو. و تمام بلوچ‌ها، هنرمندانشون و همینطور همه مردمان بلوچ محجوب واقعا باعث افتخار همه ایران هم. فرهنگ مردم بلوچ فرهنگی سرشار از عشق و محبت به طبیعت و انسان هاست و بخشی از این فرهنگ متأثر از فرهنگ مردم هندوستان نسبت به همه موجودات هستیه. بلوچ ارتباط بسیار خوبی با طبیعت داره. بلوچ برای درخت احترام زیادی قائله. بلوچ حیوانات رو دوست داره و ارتباط تنگاتنگی با طبیعت داره. بلوچ طبیعت رو بخش بزرگی از زندگی میدونه و بلوچ به طبیعت و حیواناتی که در اون زندگی میکنن آسیبی وارد نمیکنه. بلوچ اعتقاد داره که طبیعت مظهر زیبایی خداونده و به اون احترام زیادی میگذاره. عشق و احساسات در دل و زندگی مردم بلوچ بسیار پررنگه و روستای گو نمونه ای از یک عشق عمیق قدیمی رو در حاشیه خود داشت. عاشقی که بیشتر عمرش رو تنهای تنها در کوهستان سپری کرده بود و 40 سال بود که روستا و مردمش رو ترک کرده بود. آقا آدی محمد چند سالته شما؟ مارا؟ بله دیره مارا، هر زمانه دیره. یعنی میگه که خیلی سنم زیاده. چند سالشه حدودن ایوب؟ 65-70 سال میشه. 70 سالشه. خب داستان آقا دی محمد به چه صورته؟ چرا توی کوه تنهایی داره زندگی میکنه؟ داستان اینه که داماد شده با یکی، نه؟ خب داماد شده، یه ماه داماد شده، بعد رفته میخواد خواستگاری کنه، ازش گرفتن دکترشون. چند سالگی؟ 19 سالگی بوده. 19 سالش بوده وقتی میخواست ازدواج بکنه، نامزد کرده. آره نامزد کرد، نامزدش از گرفتن. چرا ازش گرفتن؟ به کسی دیگه دادن. اومده توی کوهستان خودش تنها، همه مردم راه کرده، خودش 40 سال توی این زندگی میکنه. توی یعنی از اون لحظه‌ای که اون عروسش رو ازش گرفتن دیگه اومده توی کوهستان تنهایی زندگی میکنه. بزی داره، گوسفندی داره، چیزی داره؟ نه از اینا نه. خونه داره؟ هیچی نداره، فقط همین داره. تنهایی تنها زندگی میکنه. خب چطور امرار معاش میکنه؟ چطور زنده مونده؟ غذا از کجا میاره؟ از خونه میره، میگه همینجا خودش تنها میکنه، همینجا میره تو روستا از مردم غذا میگیره و میره اینجا تنها میشینه، خودش تنهایی میکنه. عجب، عشقای اون زمان چه عشقای محکمی بوده. یعنی به خاطر عشقش که ازش گرفتن، به خاطر اون دختری که دوستش داشته، رها کرده همه زندگی رو، مادر پدر برادر خواهر همه رو ول کرده، تو کوهستان تنهایی زندگی میکنه. خب صبح تا شب چه کاری انجام میده؟ همینجا مینشینه، میره میچرخه، دوباره میره خودش تنها میگه مینشینه. عجب. خب سردش بشه شبا مثلا چه کار میکنه؟ پتو داره اون بالا، فقط از دار دنیا همین پتو تنها داره. هیچ چیز دیگه نداره. نداره. من کفشش هم دیدم خیلی عجیب غریب بود. این خودش درست کرده؟ آره خودش. این از یک لاستیک ماشین، لاستیک کامیون انگار، یه همین چیزیه. از اون درستش کرده، درسته؟ آره زمین پا میکنه دیگه، دمپای از این پا نمیکنه. عجب.
گو جاذبه های بسیاری در خود داشت و خدا رحم برای معرفی اون به من مشتاق بود. قبرستان بسیار کهنی در میون کوههای حاشیه‌ای روستا وجود داشت که سوالات زیادی رو در من پدید آورده بود. خود یک زمان اینجا قحطی شده. محصول این قحطی زیاد بود. یک دفعه حشرات موذی مثل موش و ملخ زیاد شده. روزا ملخا علف‌ها رو می‌خوردن. شبا موشا. عجب. آره بعدش هم حیوانات درنده زیاد شده. گشنه بودن همه کم کم تا اینکه محصولی نمونده. انبار غله اونا رو موشا زدن خوردن و یعنی مردم بیشتر از حیوانات وحشی مردن اینجا. بعد کم کم اینا مریض شدن، گرسنه بودن، مریض بودن، جای دیگه هم راهی نبوده. بعد از ترس اونا می اومدن خودشون قبر آماده درست میکرده، بعد میرفته داخلش یک نفر دیگه روش خاک میریختن یا همینجوری درش میبستن، همونجا میمرده. عجب. میگفت اگه اینجوری بیستن اینجا چون توان حرکت نداشتن اونا درنده میومدن اونا رو میخورده. آه یعنی دیگه اینقدر از گشتگی ضعیف شده بودن که میبردن میذاشتنشون داخل قبر. محصول دیگه براشون نمونده. محصول شبا. یعنی زنده میذاشتن توی قبر. آره زنده الان اسم به خاطر میگه چلی. میرفته دراز میکشیده داخلش درش میبسته. عجب. این آره. همینطور که مشخصه قبرها خیلی خاص قبرها اینجا. اول اینجا خاکی تماما به سر پوسته زمین حالت بالا سنگی داره و وقتی که یه قبر رو با سنگ درست میکردن اون بنده خدا رو حالا چه مرده چه اون کسی که بیمار بوده و چه اونی که خیلی ضعیف بوده و توان حرکت نداشته میذاشتن داخل اون قبر، دور و برش سنگ میذاشتن، روش هم سنگ میذاشتن، در نهایت اونجا فوت میکرد میمرد. و من خیلی جاها از خیلی قبرها من دیدم که استخونا مشخص بودن همشون. آره یعنی که معلومه که روش رو خاک نریختن، همین روش خاک روش سنگ گذاشتن و جنازه اونجا مرده. مرده. بعد از گشت و صحبت در مورد قبرستون کهن منطقه، عبدالرحمن منو به جایی برد که زمانی تعدادی از انبارهای قله مردم گو در اونجا بود، اما با کمال ناباوری به چیزی رسیدیم که حتی از دید مردم روسا سالهای سال پنهان مونده بود. آه ماشاءالله جواد بیا اینجا بیا یه چیزی جالبی کشف کردیم. این انبار پر از قله. نکن دانه چیه داخلش؟ این چی توش پره؟ پره آره اینا همه زورته. اینو تا حالا چرا کسی کشفش نکرده؟ کسی ندیده اینو؟ خیال نکرده اینجا دونه ای هست. اصلا خیال میکرده خالیه. جای دوری هم هست. حبیب خدا را اینجا چه چیزی کشف کرد. آره میشه اینجا رو باز بکنیم ببینیم؟ آره بازش کنیم. بازش کنیم ببین داخلش چیه. هیچ کس جالبه برای من که تا حالا هیچ کسی ندیده پیدا نکرده. اینجا پره. یه انبار قلعه خیلی زیاد و بزرگ. این چقدر آدم میتونست قضا بده؟ که شاید برای 200 نفر کافی بود. 200 نفر خیلی زیاده. نگاه کن پره پره. و من یک وعده قضای 200 نفره. باورم نمیشه که یه عده آدم اون زمانا با اینجا زنده میموندن. برام باورش واقعا یه جورایی غیر ممکنه که مردم اون زمانی همچین چیز رو میخوردن و زنده میموندن باهاش کار میکردن. خدا رحم یک گندم چندانی هم اینجا وجود نداشه. بیشتر سعی میکردن از همینا استفاده بکنن، همینا رو میکاشتن چون دونه گندمی نبوده که بخوان زیاد بکارن. جالبه که هیچ کس نمیدونه که اینا اصلا اینجا وجود داره. مردم گو خب اونجا یه خورده دوره، پرت توی کوه و تا حالا هم اینو پیدا نکرده کسی. و این مال چه خانواده‌ای بوده، مال چه کسی بوده اینجا جا مونده یا اون بنده خدا فوت کرده و این رو پیدا نکرده خیلی برای من عجیبه. میتونیم بریم الان انبار چیزام ببینیم؟ آره انبار خورما رو بریم. زودتر بریم.